سلام، با دانشجو در خدمت شمایی. دانشجو آینه‌ایه که همه دانشجوهای آسی معترض آزادی‌خواه میتونن خودشون رو توش ببینن. به برنامه خودتون خوش اومدید. اواخر هفته گذشته به دعوت خانواده شهید قیام کیانوش آسا مراسمی در هفتمین سالگرد پرکشیدنش در کرمانشاه برگزار شد که مردم و دوستان و دانشجوهای زیادی در اون شرکت کردند. زنگ اول این هفته رو به افتخار کیانوش و همه شهدای راه آزادی به صدا در میاریم. توی این مراسم عده‌ای با در دست گرفتن پلاکارد‌هایی اعتراضشون رو نسبت به تبعیض و اختناق در حکومت آخوندها نشون دادن. ضمناً مراسمی هم در منزل شهید برگزار شده بود که در اون بخش‌هایی از تنبور نوازی و همچنین صدای کیانوش پخش شد و در آخر هم سرود ای ایران رو پخش کردن. اوایل هفته گذشته نزدیک به 200 نفر از دانشجوهای دانشگاه تهران در اعتراض به تبعیض جنسیتی توی این دانشگاه و به خصوص توی خوابگاهش تجمع داشتن. این تجمع حدود 45 دقیقه طول کشید و علت اصلیش مشکلاتی بود که دانشجوها در تحویل خوابگاه‌ها باهاش روبرو هستند. موضوع دیگه که این هفته تو چند تا از دانشگاه‌ها مطرح بود، اعتراض به احکام ظالمانه در حق زندانی سیاسی محمد علی طاهری بود. این اعتراض توی دانشگاه‌های مختلف از جمله تبریز، اصفهان و گیلان جریان داشت و دانشجوها خواستار آزادی زندانی سیاسی محمد علی طاهری بودند. ماه رمضان و مشکلات صنفی و مشکلاتی که دانشجوها باهاش روبرو هستن بیشتر به چشم می‌خوره. دانشجوهای هنر دانشگاه اصفهان هم با این مشکل مواجه شدند که امور تغذیه دانشگاه برخلاف قراردادی که با شورای صنفی داشت بدون هماهنگی برنامه غذایی ریخت و 3 تا از غذاهایی رو که قرار بود حذف بشه رو تو برنامه ثابت گذاشته بود. دانشجوها همچنین پیشنهادهایی برای برنامه ماه رمضان داشتند که تا الان هیچ توجهی بهش نشده. در ادامه اونها به این تخلف امور تغذیه اعتراض کردند و تاکید کردند که به پیگیری‌ها و اعتراضشون ادامه میدن، چرا که اعتراض حق مسلم اونهاست. پای حرف‌های هر دانشجویی که بشینی گفتنی‌های زیادی داره. از بی‌عدالتی‌هایی که در حق دانشجو شده و میشه، از کمبودها و مشکلات و از اعتراض‌ها. این بخش رو برای شما در نظر گرفتیم تا به هیچ آداب و ترتیبی هر چی دل تنگتون می‌خواد بگید. بعد از اون جریان جشن دانشگاه، کمیته انضباطی برداشته 5 نفر رو 2 ترم محروم از تحصیل کرده و 2 نفر دیگر رو هم 1 ترم. محرومیت از تحصیل به خاطر 5 دقیقه شادی واقعا زور داره. تازه ما که کاری نکردیم. اینا واقعا دشمن شادی و ملت هستن. هر وقت عکس پیدا شدن حشره تو غذای دانشگاه ها رو می دیدم، فکرشو نمی کردم که یه روز تو دانشگاه خودمون هم اتفاق بیفته. ولی مثل این که افتاد، اینم یه نما از مگس تو قرمه سبزی دانشگاه. دانشگاه برداشته اعلان زده در وصف حرمت روزه‌داران. بعد دانشجو باید 1.5 ساعت بعد از افطار هنوز توی صف باشه و افطاری نگرفته. این حرمت روزه‌دار؟ از ماه رمضان فقط فشار امتحان و گیر دادن‌های حراستش به ما رسید. این شیوه رسیدگی به دانشجو، یه شیوه کاملا بهداشتی و مدرن برای انتقال افطاری. سرو غذای داغ تو ظرف پلاستیکی از نظر بهداشتی خطرناکه، ولی ما هر روز شاهدش هستیم. من تو یه روز 3 تا امتحان دارم. از صبح باید دانشگاه باشم تا غروب که آخرم بیفتم تا ترم بعد دوباره بردارم و پول بدم به دانشگاه که اون حیات پشتی هم یه دانشکده بسازه. امسال هیچ کی از زمانبندی امتحانا راضی نبوده و چندین بار به شیوه های مختلف سرش اعتراض و شکایت کردیم.
سخنرانی که خامنه ای اواسط خرداد داشت به موضوعات مختلفی اشاره کرد. از وضعیت اقتصادی و بیکاری جوانها گرفته تا روابط خارجی و گسلهای اجتماعی و فرهنگی. دو سخنرانی بعدیش هم در 25 خرداد از اقدامات دشمن برای متزلزل کردن ایمان اسلامی جوانها و نسلهای بعدی ابراز نگرانی کرد. بله، اون چیزی که خامنه ای تحت عنوان مسئله فرهنگی ازش اسم میبره و میترسه یکی از اصلی ترین موضوعاتیه که ولی فقیه ارتجا هر چند وقت یک بار به هشدار در موردش رو میاره و به شکلی اعتراف میکنه که کارش پیش نمیره، اما حاضر نیست که به طور کامل به شکستش در این زمینه اعتراف کنه. حرفی که امام جمعه اصفهان به روشنی اعتراف کنه. خب این حالا انقلاب فرهنگی هم امام درست کرد، نشستن یه چیزایی رو میگن. خب چه انقلاب فرهنگیه؟ چه ستاد احیاییه؟ چه کار فرهنگیه که کار جاری و کار اساسی توش نیست؟ همش با حرف میگذره، همش با جلسه گذاشتن میگذره. این آخوند همون کسیه که محرک اسید پاشی و وحشیگری به اصطلاح آمران به معروف توی اصفهان بود که حالا به شکست پدیده شوم انقلاب فرهنگی اعتراف میکنه. بله، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در ادامه کودتای فرهنگی و به بهانه اسلامی کردن دانشگاه یکی از آرزوهای ناکامونده آخوند هاست، چرا که کوچکترین مسئله فرهنگی از حجاب گرفته تا تفکیک جنسیتی دقیقاً با امنیت و بود و نبود آخوندها گره خورد. این اعتراف طباطبایی نژاد دو وجه داره. یکی این که تازه بعد از این همه بگیر و ببند و سرکوب آه و ناله میکنه که هیچ کار اساسی در زمینه کودتای فرهنگی انجام نشده. وجه دوم این که با وجود این که هر چی تو چنته داشتن به کار گرفتن، ولی باز هم در برابر صد جوانها و دانشجوهای معترض سرشون به سنگ خورده و حالا شکست خودشون رو اعلام میکنن. بله دوستان، تا وقتی که دانشجوهای آزادی خواه در سنگر آزادی هستند و تا وقتی که تن ندادن به سرکوب نظام ولایت یک رسمه، اندیشه آخوندهای مرتجع و اقدامات سرکوبگرانشون باز هم مسکون به شکسته. این روزها یکی از خبرهای مطرح در صفحات مجازی دستگیری آرش صادقی، دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه است که به طور غیر عادلانه ای به 19 سال حبس محکوم شده و بعد هم کاملا غیر قانونی و ناگهانی و بدون احضار قبلی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. آرش صادقی که اولین بار در تیر ماه سال 1388 دستگیر شد، طی این سالها بارها دستگیر و با قرار وثیقه های سنگین آزاد شد. اون علاوه بر 15 سال حکمی که در شهریور 93 گرفته، به خاطر 4 سال حبس تعلیقی که مربوط به پرونده سال 89ش هست، باید 19 سال رو در حبس بگذرونه. نماینده دادستان در جواب اعتراض به این حکم غیر انسانی گفته وقتی چند بار جرایمی تکرار بشه، حکمها 1.5 برابر بیش از حد معمول داده میشه. یکی دیگه از دانشجوهای زندانی، دانشجوی نخبه حمید بابایی، دانشجوی دانشگاه بلژیکه که از مرداد 92 در زندانهای اوین و گوهردشت به سر میبره. عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت سلامت این دانشجو ابراز نگرانی کرده. جرم این دانشجو هم این بوده که حاضر به همکاری با وزارت اطلاعات آخوندها نشده. بله، دیکتاتور بند و زندان رو برای خاموش کردن صدای آزادی خواهی به کار میگیره و عاشقان ایران آزادی بند و زندان رو به دانشگاه های مبارزه برای آزادی تبدیل میکنن. روزها میگذرن، اوضاع احوال و همه چیز تغییر میکنه، اما چیزی که به جا میمونه عزم و اراده شماست. انسان حاصل شرایط نیست، بلکه خالق اونه.
گره سرنوشت توی مشت شماست. این حرف همه شما دانشجوهایی که تن به تقدیر و جبر کور شرایط نمیدین و خودتون رو برای شرکت در ساختن آینده این میهن آماده میکنید. شما که ایمان دارین فردا مال ماست. تا دانشجوی دیگه، خدا نگهدار.